پرسیدین که من چرا با اعدام مخالفم. اولین دلیلش دلیلیه که خودم با پوست و گوشت و استخون حسش کردم، به خاطر اینکه اعدام فقط کشتن یک نفر نیست، ایجاد استرس برای تعداد خیلی زیادی از آدمای اطراف اون محکومه. فرض رو بر این میگیریم که فرد اعدامی جرمی رو مرتکب شده که اون جرم قابل بخشش نیست. فرض میگیریم که در بدترین حالت که یه فردی رو فرض میکنیم جز کسانیه که قتلای زنجیره‌ای مثل خفاش شب و این حرفا انجام داده، اما به هنگام اعدام چنین فرد خطرناکی حتی مادر او هم داره مجازات میشه، خواهرش، برادرش، بچه هاش، همسرش، عمو، خاله، دایی و یک قبیله و یک فامیل به طور کلی مجازات میشن بدون اینکه گناهی کرده باشن. یعنی حتی شما فرض کنید بیجه که چند سال پیش اعدام شد و خیلی خوشحال بودن از اعدامش، از جمله کسانی که او رو مستحق مرگ میدونست شخص من بود. خودم فکر میکردم که چقدر این مرد بیرحم بوده، این همه جنایت انجام داده. اما بعد که خودم درگیر شدم با ماجرای اعدام دخترم، با اینکه بیگناه بود، ریحانه مسئلهش کاملا فرق داشت، اما متوجه شدم که به هیچ وجه ما نمیتونیم بگیم که فقط فرد اعدامیه که به مجازات میرسه، جدای از این که اعدام خشونتی رو تولید میکنه در جامعه که این خشونت سلسله وار ادامه پیدا میکنه. من در طول این چند سال با مأمورین اجرای حکم، با سربازهایی که اون طناب رو به گردن محکوم میندازن یا چارپایه رو میکشن یا اون کسانی که به قول معروف اون دکور صحنه اعدام رو میسازن و حاضرن در اون صحنه صحبت کردن، کسانی که قرص میخورن، یعنی بعد از سالها که از مأمور بودنشون گذشته قرص میخورن، دچار بیماری های روانی شدن، افسرده شدن. این دیگه بماند با مسئله کودکان زیادی که ما دیدیم در اعدام های در ملأ عام، که این بچه ها دچار شب ادراری ها شدن، دچار اشکالات روانی شدن و تعداد زیادیشون هم توی روزنامه ها خوندیم که اعدام بازی کردن و خودشون قربانی شدن، یعنی طناب انداختن گردنشون، این بازی اینو دیدن و اون بچه مثلا 9 سالش بوده، 15 سالش بوده، 11 سالش بوده، هر سنین مختلف اینا کشته شدن. این چی رو تولید میکنه؟ من فقط میخوام ببینم هدف یک جامعه از مجازات یک مجرم انتقام گرفتن نیست به هیچ وجه. یک جامعه وقتی که با یک بزهکار روبرو میشه هدف اولیش باید اصلاح اون فرد باشه. اصلاح اون فرد در زندان باید صورت بگیره که ما متاسفانه میبینیم که در زندانهای ما روند اصلاحی آنچنان وجود نداره و بیش از آن که متهمین یا حتی مجرمین در زندان اصلاح رفتار بشن، سوقشون میدیم به طرف تکرار جرم. و اعدام که یک مجازات سالب حیات، یعنی سلب کننده زندگی و گیرنده زندگی، به تبع بیشتر رنگ انتقام میگیره. وای به حال جامعه ای که بخواد از شهروندانی که حتی بررسی نمیشه که در چه بستری اون جرم رو مرتکب شده بخواد انتقام بگیره. به همین دلیل من فکر میکنم که اعدام مجازات درستی نیست به هیچ عنوان و تا جایی که بتونم در راه لغو اعدام تلاش میکنم. درباره مسئله دخترم ریحانه
ریحانه در شرایطی قرار گرفت که مجبور شد برای نجات از اون شرایط، شرایط تجاوز مرتضای سربندی در آپارتمانی که در قفل بوده، در بسته بوده، ریحانه فرار میکنه، میره توی تراس، از طریق آشپزخونه میره توی تراس، دولا میشه که خودشو بندازه پایین، اما انجام نمیده. دلیل انجام ندادنش این بوده که اعتماد داشته به قوای پلیس، به جامعه ای که یا قانونی که حمایت میکنه از دختری که در چنین شرایطی قرار گرفته. خودشو پرت نمیکنه پایین و استفاده میکنه از چاقویی که در همون جا بوده، برخلاف اونچه که سعی کردند شکنجهگران ریحانه، بازجویان ریحانه که القا کنند که این چاقو مال ریحانه بوده، اما چاقوی سوئیسی که در سال 86 اصلا در بازار ایران وجود نداشته و به احتمال زیاد خود سربندی رو برای عمه جانش خریده بود و سوغاتی آورده، شد قاتل جونش. ریحانه یک ضربه با اون چاقو به سمت راست، به کتف سمت راست سربندی میزنه و بلافاصله از ساختمون فرار میکنه و میاد بیرون. ما مدارکی داریم، مدارکی خوشبختانه به دستمون رسیده و در اختیارمون هست که آمادگی این رو داریم در دادگاه های بین المللی با حضور نهادهای بیطرف این مدارک رو تقدیم کنیم تا بررسی بشه و نشون داده میشه طی اون مدارک که ریحانه در چه موقعیتی قرار گرفته، چاقو از کجا اومده، جنگ روانی که در طول سال گذشته بر علیه ریحانه زندانی وزیر حکم اعدام به راه انداخت، بخشی از قوه قضاییه، قاضی سابق، بازپرس و دوستان سربندی و همچنین خانواده. البته من نسبت به خانواده سربندی یعنی یه تفاوت قائل میشم. خانواده سربندی رو به اندازه دوستان سربندی و همچنین بخشی از قوه قضاییه گناهکار نمیدونم، به خاطر اینکه اونها هم درسته که تسلیم انتقام جویی شدند، اما بیش از اون تسلیم بلاهت و نادانیشون شدند و من به شخصه حاضر نیستم کسی رو به خاطر نادانی و جهلش مجازات کنم. به هر حال ریحانه این اتفاق براش افتاد، دفاع مشروع کرد. قاضی اول، قاضی کوهکمری، حتی در دو جلسه دادگاهی که برگزار کرد کاملا نشانه های دفاع مشروع رو مطرح کردن ایشون، اما برای بررسی بیشتر جلسات بیشتری رو تقاضا کردن. با کمال تعجب ما دیدیم که جلسه سوم قاضی کسی دیگه است و پرونده از دست قاضی کوکمره‌ای در اومده. این اتفاق البته اتفاق جدیدی نبود، چرا که حتی سروان کمالی که افسر آگاهی بود و پرونده دستش بود، ایشون پرونده از سروان کمالی گرفته شد تقریبا 6-9 ماه بعد از دستگیری ریحانه و پرونده رو دادن به یک افسر جدید به اسم ستوان دوم شیرکوهی. من به عنوان خانواده ریحانه سوال برام پیش میاد که چند درصد پرونده ها جابجا میشه از دست یک سروان به دست یک ستوان دومی که یک هفته 10 روز تازه کارش رو شروع کرده قرار میگیره در دست یک چنین فرد تازه کاری. به هر حال برای ریحانه اتفاقاتی افتاد که آدمهای زیادی در جهان شنیدند و دیدند. در جهان قابل قبول نیست برای کسی که در دفاع مشروع باعث شده که کسی بمیره، اینو هیچ وجدان آگاهی نمیپذیره که یک چنین متهمی رو شما شکنجه بدید. اما ناخن ریحانه کشیده شده بود
روی بدنش، روی پشتش، روی شانه هاش، حتی بعد از 7 سال و 4 ماه و 17 روز آثار زخم باقی مونده بود. این چه زخمی بود که روی تن بچه من، بچه 19 ساله من وارد شد؟ چه کسی اجازه داد به بازپرس یا هر بازجو یا هر اسم دیگری که داره، چه کسی اجازه داد که دست روی تن ترد و نازک یک دختر جوان بلند کنه؟ علاوه بر ممنوعیت شرعی که داره دست بلند کردن یک مرد روی زن، به خصوص زن نامحرم، ما میگیم که در کشور اسلامی زندگی میکنیم، علاوه بر این که اجازه نداشتن مردان نامحرم دست روی ریحانه بلند کنن، از نظر انسانی هم این محکومه. برای چی باید شکنجه کنن؟ مگر ریحانه گفته بود من ضربه چاقو رو نزدم؟ ریحانه که دقیقاً ساعت 2:30 شب در ماشین بازپرس شاملو قرار گرفت و در داخل ماشین به شاملو در حقیقت جریان رو تعریف کرد. من برگه ای دارم از پرونده، خیلی جالبه که من اینو الان دلم میخواد که براتون مطرح کنم. برگه گزارش پلیس کلانتری عباس آباد که نوشته تحقیقات در ساعت 5 صبح به پایان رسید و در همون بازپرسی که 5 صبح به پایان رسید، ریحانه صحبت از کاندوم میکنه، صحبت از دست بردن سربندی به دور کمرش میکنه، صحبت از بسته بودن در میکنه، صحبت از اقدام به تجاوز توسط سربندی میکنه. مطلقا مطلع نبود از جریان آب میوه، به خاطر اینکه اون رو بعدها پزشکی قانونی مطرح کرد و نه ریحانه اطلاع نداشت. اما ریحانه این اطلاع رو داشت که اون مرد دست برده دور کمرش، دست برده به دست درازی کرده به تن دختر من. شنیده نشد. متاسفانه دادگاه اون عدالتش رو برقرار نکرد، متاسفانه چشمش رو نبست و دو طرف این پرونده رو یکسان ندید. به همین دلیل ریحانه در سال آخر عمرش مجبور شد که اون چه که قانونگذار و دستگاه قضایی ما نشنید و نپذیرفت بنویسه و منتشر کنه. به قول خود، شاید باد به گوش کسی برسونه، شاید کسی یک گوشی در جهان پیدا بشه تا بشنوه. خوشبختانه کره زمین از آدم‌های با شرف خالی نیست. تعداد زیادی، هزاران و میلیون‌ها انسان با شرف بودند که همراهی کردند با ریحانه، اما مقاومت دوستان سربندی که ما نمی‌شناسیمشون، کسانی که همراهی کردند با سربندی، بیشتر از زور میلیون ها نفر انسان با شرف بود. و ریحانه رو در حالی جمعه 2 آبان ما رو صدا زدن و گفتن که بعد از ظهر روز تعطیل، چیز عجیب، هلیکوپتر بردن توی زندان شهر ری. ما رو صدا زدن، رفتیم ریحانه رو دیدیم و ریحانه رو منتقل کردن به زندان رجای شهر، در حالی که حتی محل اجرای حکم رو به ما نگفتن. رئیس زندان شهر ری به ما گفت که محلی که میبرن ریحانه رو محرمانه است. و این چه آزار و شکنجه‌ای بود که به خانواده ریحانه دادن که ما مجبور باشیم نصف شب 4 تا زندان رو بریم بچرخیم. هیچ کدومشون هم به ما جواب نمیدادن که ریحانه تو کدوم این زندان هاست. و ما شانس آوردیم که بو کردیم، انگار خدا خواست، من نمیدونم، که ما درست تصمیم گرفتیم که پشت زندان رجای شهر باشیم. میتونن از سرباز و افسر نگهبان زندان اوین بپرسن که چطور التماسشون میکردیم که تو رو به خدا قسم بگین ما رو آواره نکنید. آیا دم آوردنش زندان اوین یا از زندان کچویی یا قزل حصار، بپرسن ببینن که چطور ما رو آواره کردن. این رفتار غیر انسانی حتی با خانواده ریحانم شد. ریحانه رو اعدام کردن در شرایطی که قوه قضاییه برگه‌ای داده بود که 25 آبان 93، یعنی 22 روز بعد از اجرای حکم، تازه میخواسته
پرونده رهانه رو ادامه بده، بازبینی مجددش رو. این تناقض، این یک بام و دو هوا بودن برای ما حل نشده. پرونده ریحانه پرونده ای بود که از جانب خانواده ریحانه اعلام شد پر از ابهامه. از طرف خانواده سربندی هم در تمام نشست ها، در تمام مصاحبه هاشون اعلام کردند که ابهام داره، ابهامی که حتی دیوان عالی کشور هم که تایید کننده و ابرام کننده حکم بود سرباز نزد و نوشت، رسما نوشت که انگیزه هم برای این قتل مبهم است. هیچ جای این جهان گمان نمی کنم پسندیده باشه پرونده ای رو با ابهام به قتل و به اعدام محکوم کنن متهمش رو. این ابهامات برطرف نشده، بعد از یک سال هم هنوز نشانه ای از این که بخوان ابهامات برطرف بشه یا عدالت جاری بشه ما ندیدیم. عدالت از ریحانه دریغ شد، از خانوادش دریغ شد، حقیقت این وسط سر بریده شد و من به شخصه به عنوان یکی از بازماندگان ریحانه این رو وظیفه خودم میدونم که به دنبال هم حقیقت باشم و هم به دنبال اجرای عدالت. به همین دلیل از نوشته ها و وصیت های ریحانه نزدیک به 1000 صفحه نامه من دارم از ریحانه که اولا تغییرات روحی روانی این بچه رو نشون میده و سالهای آخر، 2-3 سال آخر زندگیش که جهانبینیش تغییر کرده بود و به نوع دیگری به زندگی نگاه میکرد، در حقیقت مثل یک معلم به مادرش داشت آموزش میداد که تو باید چطور به جهان نگاه کنی، چطور باید به انسانهای اطراف نگاه کنی. و من از همین نوشته ها یاد میگیرم که در درجه اول باید با اعدام هر فردی با هر جرمی مخالفت کنم که حتما تا پایان عمرم بر این مخالفت اصرار خواهم کرد و همه تلاشم رو خواهم کرد، چرا که ریحانه در حالی که تیغ تیز اعدام روی گردنش بود تلاش میکرد بر اینکه دوستش نجات پیدا بکنه از اعدام. علاوه بر اون به دنبال دادخواهی ریحانه هستم. بچه من، پاره تن من، یک ساله که در قلبم یک حفره، انگار که یک درخت خیلی خیلی با ریشه از قلب من کنده شده و یک حفره‌ای در قلبم ایجاد شده که زخمه، خون میاد. خانم فرناز، خون میاد از قلب من. یک سال تلاش کردم که این زخم بسته بشه ولی نمیشه و متاسفانه به این بخش از آموزش‌های ریحانه من هنوز نرسیدم که بتونم ببخشم. ریحانه در حالی که خودش قانون نیازمندش کرده بود به بخشش، با صراحت ده‌ها جا برای من نوشته که مامان من بخشیدم، من شکنجهگر رو بخشیدم، قاضی رو بخشیدم، زندانبان رو بخشیدم، امضا کنندگان مختلف حکمم رو بخشیدم، تو هم ببخش تا تو هم آرامش پیدا کنی. اما متاسفانه من شاگرد خوبی نبودم در این زمینه. در طول یک سال گذشته هر کاری کردم که بتونم بگذرم و ببخشم و رها کنم این قضیه رو، نتونستم. الان قدرتی ندارم، نیروی کافی، چون نامه هم حتی از ما دیگه نمیگیرن. دادگاه پرونده ریحانه در قوه قضاییه کاملا بسته شده و امکان به جریان انداختن مجددش دیگه از نظر قانونی میگن وجود نداره. قدرت ندارم، اما تا آخرین روز زندگی در هر جای این کره زمین باشه تلاش میکنم که عدالتی که درباره ریحانه انجام نشد جاری بشه و اگر عمر نباشه و به هر حال همه ما از این دنیا میریم، اگر عمرم نبود و دنیا رفتم، بدون شک در دادگاه خالق هستی، همونطوری که ریحانه حواله
من نیز در آنجا شاهد خواهم بود که سران این مملکت در جریان پرونده ریحانه و بخشای پنهان این پرونده بودند، اما سکوت کردند. آدمهای بزرگ این مملکت در جریان ریز پرونده ریحانه بودند، اما سکوت کردند. اونها میمونند و دادگاه خداوند و لابد جوابی دارن که بهشون بدن. مراسمی داریم روز یک شنبه. یک بخش هست که به هر حال جز سنت های مملکت ماست که فردی که عزیزی که از دست میده معمولا میرن سر مزارش، اونجا دور هم جمع میشن، با هم دیگه گپی میزنن و بعد از اون برمیگردن، حالا یا سالن میرن یا خونه متوفا میرن. ما این بخش رو داریم، به بهشت زهرا میریم بعد از ظهر یک شنبه سوم آبان. به بهشت زهرا میریم، یک ساعت و نیم اونجا خواهیم بود در کنار باغچه کوچکی که یک جهان امید واقعا در اونجا دفن شده. بعد از اون با اقوام و فامیل شام میخوریم. اما ظهر یک شنبه ما یه چند بخش به اصطلاح اطعامی داریم به یاد ریحانه که به شیوه خود ریحانه است. اول بگم که ریحانه کسی بود که پیش از دستگیریش برای سگ و گربه های زخمی، تیر خورده، تصادف کرده یا بیمار توی کوچه و محله فعالیت میکرد. با یک پناهگاه در کرج، در مهشهر کرج کار میکرد. بارها به اونجا رفته بود. حتی دامپزشک محل ما بعد از مدتی که دیده بود این همش داره از حیوانات به اصطلاح تصادفی و بیمار اطراف میبره پلوش، دیگه ازش ویزیت نمیگرفت و میگفت که من میدونم که تو کارت یه مدل دیگه است. به همین دلیل برای دو پناهگاه ما برای یک روز غذای حیوانات زخمی این دو پناهگاه به اصطلاح مبلغی رو تقدیمشون کردیم که امیدوارم روح ریحانه ببینه و خوشحال بشه و لبخند بزنه. علاوه بر اون برای همبندیان سابقش، برای زندانیان سابق، متاسفانه زندان قبول نکرد که حتی پای وارد مذاکره بشه برای اینکه ما یک وعده غذا در زندان به یاد ریحانه بدیم. به همین دلیل من با 10-12 نفر از زندانیانی که باهاشون در ارتباط بودم صحبت کردم و هر کدومشون مبالغ کوچیکی دادم که اونها نهار یا شام یک شنبه سوم آبان رو چند تا از دوستانشون رو جمع کنن، غذا از فروشگاه بخرن و جمع بشن و به اصطلاح یه وعده غذا رو به یاد ریحانه بخورن. همچنین به دلیل خوابهایی که خیلی از افراد غریبه دیده بودن که ریحانه صحبت از قرمه سبزی کرده بود، با اینکه دستپخت منو، یعنی قرمه سبزی که من میپختم دوست نداشت و توی زندان به همبندیاش گفته بود که مامانم قرمه سبزی خوشمزه نمیپزه و مادر بزرگم خوشمزه میخزه، مادر یکی از کشته شدگان 88 به من قول داده که روز شنبه یعنی روز عاشورا بیاد خونمون قرمه سبزی درست کنه و روز یک شنبه، ظهر یک شنبه این ظرفهای قرمه سبزی رو برای کودکانی که سر چهارراه‌های همین اطراف خونمون گل می‌فروشن، اسفند دود می‌کنن یا گدایی می‌کنن، این غذا رو داغ داغ انشالله ما بتونیم ببریم و پخش کنیم. تمام اینها علاوه بر اینکه به هر حال مخلوقان خدا یک وعده غذا رو می‌خورن، امیدوارم که روح دخترم که همیشه تو قلبم زنده است ببینه و خوشحال باشه و بگه که مامان راضیم، مرسی.